من قبل از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی با افکار در واقع ترقی خانه اون زمان و با اسم مجاهدین آشنا شده بودم. در تقریبا آذر ماه 57 همزمان با آزادی زندانیان سیاسی در اواخر عمر رژیم شاه، یکی از اقوام ما که هوادار سازمان بود اون موقع و دستگیر شده بود و تو زندان بود از زندان آزاد شد. بعد چون اهل شهرستان بود اومد توی در واقع خونه ما توی تهران و پیش ما موندش. ما در واقع روزا با این قوم و خویشمون میرفتیم جلوی دانشگاه و تظاهرات های ضد زمان شاه اون زمان شرکت میکردیم و بعد شبها که برمیگشتیم خونه، اون برام از تاریخچه مجاهدین و اون چه که بر مجاهدین و مقاومتی که توی زندان داشتن برام تعریف میکرد. همون زمان در واقع ضرباتی که سازمان خورده بود از ضربه اپورتونیستی، بیانیه 12 ماده‌ای، اینا رو تماما برای من شبا میگفت و من از این طریق با در واقع افکار و ایدئولوژی سازمان آشنا شدم و کم کم هوادار سازمان شدم. بعد از پیروزی انقلاب ابتدا توی انجمن محلیمون و توی محلمون، چون همون زمان ما توی جریانات انقلاب هم فعال بودیم، توی مسجد محل شروع کردیم به فعالیت همراه با جوانای محل و بعد کم کم تقریبا همه اون جوانایی که اونجا بودن همه بعد از پیروزی انقلاب هوادار سازمان شدن و یک انجمن محلی اونجا تشکیل دادن که من ابتدا با اونجا فعالیت میکردم و بعد در واقع توی دانشگاه با انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه ملی، که این فعالیت هم ادامه داشت و تا در واقع تمام فاز سیاسی من همراه با انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه ملی توی تهران فعالیت میکردم، تا زمان 30 خرداد که به دلیل وضعیتی که پیش اومد و بحث تظاهرات 30 خرداد ارتباط من قطع شد. وقتی ارتباط من قطع شد توی محلمون با همون بچه‌هایی که میشناختیم و هوادارهای دیگه‌ای که اونها هم بعضن قطع ارتباط شده بودن جمع شدیم و فعالیت‌هایی رو در راستای اهداف سازمان اون زمان انجام میدادیم. کم کم داشت ارتباطم وصل میشد که در 9 آبان سال 60 در واقع دستگیر شدم. بعد از اینکه دستگیر شدم منو مستقیما بردن به زندان اوین. توی زندان اوین ابتدا در واقع منو بردن پشت اتاق شعبه بازجویی و اونجا شروع کردن به ابتدا که طبق روشیاریشون در واقع فوتبال میکردن، یعنی مینداختن زندانی و وسط با 5-6 نفر که اطراف بودن شروع میکردن با مشت و لگد و چوب و کابل و هر چیزی که دستشون بود در واقع این زندانی رو میزدن و بعد در واقع شکنجه های دیگه از زدن کابل، آویزون کردن، قپونی کردن و انواع شکنجه های دیگه رو اعمال میکردن. من وقتی دستگیر شدم پشت در واقع اتاق بازجویی که بودم با سر صدایی که میشنیدم و داد و فریاد و ضربات کابل و اینا خیلی خب وضعیت ملتهبی داشتم. راستش برام یه مقدار ترس‌آور بود. وقتی که نشسته بودم پشت اتاق بازجویی یک نفری رو دیدم از زیر چشم‌بند که پاهاش تماماً باند پیچی شده بود و نمیتونست حتی روی در واقع توالت معمول بشینه. توی اتاق پشت اتاق بازجویی معمولاً نفرات رو مینداختن کنار
در واقع همون اتاق، یعنی نفر تکه میداد با حالت چنباتمه به دیوار و منتظر میمون تا نوبتش بشه. ولی این نفر در واقع خیلی وضعیت جسمیش خراب بود، طوری که تمام بدنش باند پیچی شده بود و خصوصا پاهاش و اینا همینطور خونابه و اینا میرفت. من اینو از زیر چشمم دیدم تو اون حالتی که داشتم، که گفتم یه مقدارم ترسیده بودم از این وضعیت، همش فکر میکردم خدایا بالاخره من چقدر میتونم در مقابل شکنجه مقاومت کنم و چجور میتونم در واقع اطلاعات سازمان و مردمم رو به دشمن ندم. تو همین در واقع گیرودار بودم که وقتی اینو دیدم یه ذره خودم کشیدم به سمتش. شهید علی خلیلی بود، بعدن اسمشو فهمیدم. کشیدم به سمتش و اینا و ازش پرسیدم که ببین شکنجه خیلی درد داره. بعد اون همونطور که روی شکم افتاده بود روی زمین، برگشت یه نگاه اینطوری زیر چشمم به من کرد، گفتش که ببین کشکه. اینو که گفت راستش مثل این بود که یه آب سردی روی من ریختن، یعنی از تمام ذهنیت ها اون داد و بیدادایی که میشنیدم و چیزا انگار که راحت شدم، چون که میدیدم این خودش مثلا اینقدر شکنجه شده بعد این حرفو میزنه، خیلی کمک کننده بود برام. بعد از این صحبتی که با شهید علی داشتم، من رو بردن توی اتاق شکنجه. ابتدا فوتبال کردن با همون روش که گفتم و بعد از اینکه کلی زدن و اینا، روی تخت بستن که با کابل شروع میکنن. یه حدود فکر میکنم 80-90 ضربه کابل زده بودن به پام. در واقع دو نفر ایستاده بودن، دستامو که از جلو بسته بودن به جلوی تخت و پاهام هم که روی لبه پشتی تخت بود. بعد یه نفر روی سینم روی کمرم نشسته بود و یه مقدار اونجا جورابای کثیف و خونی و نمیدونم این چیزا بود. برای اینکه فریاد نزنم سر من رو گرفته بودن، چرخونده بودن اینوری و از این جورابا کرده بود تو دهنم و دو نفرم پشت سر داشتن کابل می‌زدن. اونطور که فهمیدم کابلا در واقع دو نوع کابل بود میخورد، چون حس میکردم یه کابل خیلی کلوفتی بود که ضربات خیلی دردناکی داشت، یه کابل دیگه بود که نازکتر بود که سوزش داشت بیشتر، که اینا رو میزدن. بعدن علتشو من فهمیدم، از زندانی های دیگه شنیدم، میگفتن که چون با کابلی که کلوفت بود میزدن اینا در واقع پا بعد از کمی بیحس میشد، بعد به خاطر اینکه این بیهسی ایجاد نشه با اون یکی کابل که میزدن در واقع اون باعث میشد که تحریک بشه و جلوی بیهسی گرفته بشه. به هر حال بعد از این مجموعه کابلی که زدن، بعد من آوردن انداختن بیرون. روی صندلی‌های دستداری بود که توی اون موقع امتحانات چیز معمولا استفاده میکردن توی دبیرستان‌ها و توی دانشگاه و اینا، که گذاشت اونجا نشون رو به دیوار و گفتش که یه ورقه گذاشت جلوم، گفتش که فعالیتاتو بنویس. من اونجا راستش خیلی لحظه در واقع خوبی داشتم. لحظه خوبم علی‌رغم همه درد و فشار و پایی که داغون شده بود و پشتم و اینا، ولی اونجا واقعا خندم گرفت. به خودم خندم گرفته بود که قبلش چی فکر میکردم، فکر میکردم چجوری تحمل کنم و اینا. حالا احساس میکردم که هم یعنی اون واقعیت اون حرفی که علی بهم زده بود، اون که گفت اونجا شکنجه در واقع در مقابل اراده انسان کشکه، اینو احساس میکردم و یه احساس خوبی بود. خودم
به ترس قبلیم خندم گرفته بود. فکر میکردم که خب الان خیلی راحت میشه تحمل کرد. این قضیه گذشت. در واقع من مدت تقریبا 1.5 سال توی اوین، توی بندهای مختلف و تحت بازجویی بودم و هر بار هی میبردن، میزدن، شکنجه میکردن. بعد بازجویی پشت بازجویی و اینا، و بعد از تقریبا 1.5 سال منو بردن به اصطلاح دادگاهی کردم. توی دادگاه که بیشتر از 5 دقیقه طول نکشید و من 8 سال حکم دادن و بعد منو منتقل کردن از زندان اوین به زندان قزلرسان. تا سال 64، خب اون موقع زندان قزلرسان هم همین وضعیت رو داشت، یعنی آزار و در واقع محدودیت هایی که توی زندان بود و مطمئناً الان شنیدین همه آدم ها، در واقع همه کسایی که باشون به زندان رسیده بود اینو تعریف کردن و گفتن از شکنجه هایی که همونجا می شد، از نمیدونم فشارهایی که وارد می شد، از بلنگوها، از زدنا و از حاج داوود و نمیدونم اینا. سال 64 بود که در واقع تحت تأثیر فشارهایی که سازمان در بیرون می آورد روی رژیم یه خبرهای اون موقع می اومد مبنی بر این که در واقع یه هیئت‌هایی می‌خوان بیان از زندان‌های رژیم بازدید بکنن، و اون موقع شدیداً رژیم به لحاظ شکنجه‌های ضد انسانی که تو زندان‌هاش می‌کرد خیلی تحت فشار بود به لحاظ بین‌المللی هم. اومدن یه سیاستی داشتن مبنی بر این که در واقع آدم ها رو منتقل بکنن توی شهرستان های مقدار، زندان رو، زندان های تهران رو، به طور خاص زندان های اوین و قزلحصار رو که زندان های در واقع بدنامی بودن و هستن، اینها رو یه مقدار خلوت بکنن. که توی این راستا در واقع من هم از زندان قزلحصار به زندان ساوه منتقل کردم. بعد که ما رو منتقل کردن به زندان ساوه، اونجا تعدادی از نفرات هم بودن، تعدادی از هوادارهای سازمان که توی همون زندان بودن. بعد ما کمی که با هم آشنا شدیم و اینا، کم کم نقشه فرار رو کشیدیم که از زندان فرار بکنیم و بیایم به سازمان بپیوندیم. برای این کار در واقع تابلوهای مختلفی، نقشه‌ها و طرح‌های مختلفی بود، ولی ما در واقع نیاز داشتیم به این که اول همون اطراف زندان رو در واقع شناسایی بکنیم، ببینیم از چه راهی میتونیم در واقع از زندان فرار بکنیم. اونجا زندانش، زندان ساوه، در واقع یه زندانی بود که دست سپاه بود و یه ساختمونی بود، قبلا میگفتن مثل این که نمیدونم مخابرات بوده اونجا، و یه ساختمون در واقع جدیدساز بود که دست سپاه به عنوان زندان، مثلا حتی از کیوسکای تلفنش که گفتم قبلا مخابرات بود، مثلا به عنوان سلولای انفرادی استفاده میکردن که خیلی تنگ و تاریک بود. به هر حال ما توی این زندان که بودیم، چون هوا هم گرم شده بود، تابستون بود، اینجا هیچ وسیله خنک کنندگی نداشت به جز یه کولر، که کولر هم بالای پشتمون بود و بالای پشتمون هم همیشه یه در واقع نگهبان دور تا دور در واقع این پشتمون رو گشت میداد و مسلح بود. ما رفتیم اعتراض کردیم که هوا گرم و فلان اینا، چرا این کولر رو راه نمیندازیم؟ گفتن کولر خرابه، باید بیان تعمیرش کنن، ما هم الان کسی رو نداریم تعمیر کنه. بعد گفتیم که چیزه، خب باشه ما رو ببرین، یکی از ما رو ببرین تعمیر میکنیم خودمون. که اونجا شهید محمد مهری بود. این محمد در واقع فارغ التحصیل حقوق و در واقع وکیل دادگستری بود، که این گفتش که من رو ببرین چیز میکنم، درست میکنم.
که اینو برداشتن یه روز بردنش بالای پشت بوم برای درست کردن همین کولر آب، که وقتی رفت بالا امکان خیلی خوبی بود، چون هم تونستیم اطراف زندان رو به خوبی شناسایی بکنه، اینکه سمت چپمون راستمون چه وضعیتی داره، و بعد تونستیم از اون بالا در واقع میزان دید خود همین نگهبان رو چک بکنیم، و در این حال از ابزارهایی که در واقع گرفته بودش برای تعمیر همین کولر تونستش یه پیشگوشتی و یه فازمتر رو در واقع بلند کنه و به داخل زندان بیاد. وقتی که اومد پایین این ابزار رو هم آورد، دیدیم با توجه به اون شناسایی که کرده بود و همینطور ابزاری که داشتیم، اومدیم نقشمون رو روی همین پیاده کرد. زندان به این شکل بود که خود زندان در واقع یک دیواره‌ای که با آجر و سیمان ساخته شده بود، بعد پشتش در واقع سمت بخواهیم بگیم شد سمت چپ زندان یک حیاتی بود، یک ساختمان قدیمی سازی بود که یه طرفش به خیابون میخورد، به خیابون اصلی میخورد، که اونجا یه سری دکون بود که یه ساندویچی هم اونجا بود، که پشت این توی حیات در واقع این ساختمون یه در واقع آلونک مانند حصاری بود که این ساندویچی وسایلش رو نمیدونم گاز و نمیدونم یه سری وسایل رو توی اون قسمت گذاشته بود. این حیات در واقع یه حیاتی بود که معمولا کسی زیادی توش تردد نمی کرد، یعنی چیزی نبود، چون پشت سرش ساختمون مثلا مسکونی و اینا نبود، بیشتر همین در واقع مغازه ها بودن. ما به این نتیجه رسیدیم که اینجا بهترین مسیر برای در واقع خروج ماست، منتها نکتش این بود که ما باید بود در واقع از دیوار یکی از اتاقها یه سوراخی باز می کردیم به این حیات. برای این کار در واقع تنها وسیلمون هم همین دوتا وسیله بود، یه پیشگوشتی به اضافه یک فازمتر. ما تقریبا 20 روز شروع کردیم به کندن همین دیوار و سوراخ کردنش، چون وسیله خاصی وسیله چیزی هم نداشتیم، میمدیم با همین فازمتره که یه مقدار نوکش تیزتر بود و یه مقدار چیزتر بود، توی آجرای دیوار در واقع یه سوراخ ایجاد میکردیم، بعد از اینکه این سوراخ رو ایجاد میکردیم با همین پیچگوشتی بزرگتری که داشتیم میکردیم توی این سوراخه و فشار میآوردیم، مثلا یه تیکه ای از این آجر یا سیمان رو میکندیم. تقریبا 20 روز کارمون این بود، به خاطر همین هم اومدیم مثلا یکی از تختایی رو که تو اون اتاق بود پایه‌هاشو بلند کردیم که بتونیم بریم زیر این و در واقع کار بکنیم زیر تخت، که جلوش هم پرده گذاشتیم و فلان اینا که دیده نشه. ابتدا اون موادی رو که میکندیم موقع توی زمان هواخوریمون میریختیم توی مثلا یه سری جوراب و نمیدونم چیزایی که داشتیم میآوردیم تو جیبمون بیرون. توی حیات یه قسمتی بود که زباله‌های ساختمونی و اینا ریخته بودن، یه گوشه حیات که از قبل اینا رو میریختیم اونجا. بعد متوجه شدیم که اینا در واقع چیزای تازه است، به چشم میاد، به خاطر همین دیگه گفتیم بیرون نبریم، توی همون در واقع اتاقات، اونم که نمیخواستیم اونجا نگه داریم به دلیل این بود که ممکن بود برای بازرسی و نمیدونم این چیزا بریزن توی زندان، نمیخواستیم معلوم بشه. به هر حال یه کیسه برزنتی درست کردیم و شروع کردیم کندن و همه این چیزا رو ریختیم توی این دیوار. این شکلی بود که مثلا حدود 20 سانت از خود دیوار زندان که آجر و سیمان بود و پشتش چون دیوار قدیمی و ساختمان قدیمی بود، در واقع یه دیوار 40 سانتی بود ولی آجر و
چیز بود، خاک بود، که این کندنش خیلی ساده بود. به هر حال وقتی ما تونستیم این چیز رو بکنیم، این دیوار زندان رو سوراخ بکنیم و به اونجا برسیم، دیگه اون قسمت قسمت ساده کار. ما طبعا یک سوراخی کنده بودیم تقریبا حدود مثلا 35x35 و دیگه این رو تا شب آخر حتی دور چیزا رو خالی کرده بودیم، دور آجرای نهایی رو که به بیرون میخورد رو خالی کرده بودیم، ولی بر نداشته بودیم که کسی متوجه نشه. تا اینکه در واقع روز آخر، روز 2 مرداد 66 بود که ما تصمیم گرفتیم دیگه اون شب از زندان فرار کنیم.